aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere laftan anlamaz. İyi oldu. Bir dike hemen ince. خب چی شده؟ به خدا به زور رازیشون کردم که به مرخصی دادن. وای دوستم وای. برگردو به اون میز بیشور نگاه کن. زود باش. کدوم میز؟ همون دیگه. خب دارم نگاه میکنم. خالیه؟ نه؟ آره خالیه ای پیچون. خالیه. چی شده؟ قبل من چیزی خورده قاطی کردی. آره چایی خوردم. تو به اون میزی نگاه بنداز فقط. اون میز داغون و ساده رو میتونی خوب ببینی؟ آره؟ سر اون میز یه عشق نابود شد. سر اون میز یه گذشته نابود شد. اصلی جون نابود شد. ای بهجون یا مثل آدم به هم میگی چی شده یا اینکه من مجبورم این کیفو بکوبم تو سر تا به هم بگی چی شده. بگو دیگه. اصلی اون مرادی که ما میشناسیمش، مراد همون مرادی که شوهر حیاته. خب آره مراد. یکم پیشتر سر اون میز به دوستمون حیات خیانت کرد. خودم دیدم. آره نه بابا واقعا؟ تو داری جدی میگی؟ آره جدی میگم. آره بدون مدرکم حرف نمیزنم. بیا ببین ببین خودت نگاه کن. ایپک اگه حیات اینو ببینه. به من اعتماد کن، همه چی درست میشه. بگیر. توبا درست میشه؟ توبا تو برو پایین اتاق جلسه، اونا رو تنها نذار. اون قهرمان بازی که یکم پیشتر وردی چی بود؟ دیگه همچین کار احمقانه این نکن، هرگز. چی کار میکردم؟ تو که دیدی بابا بزرگم شوخی نداشت، واقعا شلیک کرد. میتونه سرم واقعا. منم دقیقا برای همین میگم حیات. باشه دیگه کار احمقانه نمی کنم. ولی تو هم دیگه دست منو نگیر. نفهمیدم. مثل دیشب دیگه دست منو نگیر. چی؟ این یعنی چی؟ منظورت چیه؟ من دست تو گرفتم؟ همچین چیزی نیست. دیشب که کنارم خوابیدی اون موقع میخوای انکار کنی؟ کل شب درگیر تو بودم، یعنی از قصد این کار رو نکردم. در ضمن چون تو رو کولم حمل کردم خسته شدم، این خیلی نرماله. آره ممکنه. البته شاید منم به زور ازت خواستم دستمو بگیری. الکی خیال پردازی نکن حیات، همچین چیزی ممکن نیست. چقدر عجیبه نه؟ آدم از روی خیال پردازی شکس میگیره. اینا دیگه چیه؟ از من عکس گرفتی؟ چرا تعجب میکنی؟ آره ازت عکس گرفتم. خب هدفت چی بود؟ من فقط یه هدف دارم مراد، اونم اینه که منو ببخشی.
دیشب با خودم گفتم اگه شوهر من میتونه اینطوری دستمو بگیره، پس میتونه منم ببخشه. داری چی کار میکنی؟ بیا بگیر. همه ی عکس‌ها رو حذف کردم، همشون نابود شده. عکس‌ها رو پاک کردی، خاطره هاش چی؟ میبینی؟ پاک کردن حافظه یادم به راحتی زدن یه دکمه نیست. منم خیلی دوست دارم اینطوری بشه، ولی نمیشه. آره عزیزم، آره همینطوره. خیلی خوب، باشه، حالا تو تلفن رو قطع کن، بعدن دوباره با هم دیگه حرف میزنیم. باشه عزیزم، باشه، خداحافظ. به خدا که دیگه خسته شدم. این چندمین بار بود که زنگ زدم. زمرد، ببین عزیزم، دو تا گوشتو خوب باز کن ببین من چی میگم. باشه، حتی اگه بخوای میتونی یاد داشتن بکنی. تو الان پامیشی میری پیش عروس وسطیه زنداداش فهیمه، بهش میگی که خواهر امینه همه چیو کامل برات توضیح داده، همه جزئیاتو کامل بهت توضیح میده. چی؟ برای چی؟ دخترم، از بس فکر زدم و توضیح دادم زبونم مو در آورد، آخه من چی بگم؟ کافیه دیگه. ها وایسا، میدونی بهتره چی کار کنیم؟ به نظر من شما همه تون تو میدون روستامون جمع بشین، یه سخنرانی برگزار کنین تا هیچ کس دیگه ای نمونده باشه که این موضوع رو نشنوه. خب باشه تو مرد، فهمیدی؟ آره. دیگه خلاص شدم، خدا رو شکر. راستش امروز خیلی ثواب کردی امینه جون، خیلی. چرا ثواب کردم؟ به حساب یه آدم فضول برسی به اندازه کمک به فقیر ثواب داره. آره والا، پس خیلی ثواب کردم، چون حسابی حسابشون رو رسیدیم. اوه، اون چیزی نیست، ولی گریسون به هم ریخته. بدبخت شدیم دیگه. میدونی به چی دارم فکر میکنم خواهر؟ موندم به سفر چطوری توضیح بدم. ببین بازم دارن زنگ میزنن. ای خدا، تو روستامون چقدر فضول داریم. سب کن، نوشته یونان. اینا از شارژت میدوستن و شماره خارجی دیدی جواب نده اصلا. نوشته یونان؟ آره، حداقل از روستامون نیست. آره از روستا نیست، به خاطر اینکه این بار سفر داره زنگ میزنه. چی؟ سفر؟ چی کار کنی؟ چه میدونم، قطع کرد. تو رگام دارم حس میکنم، توی هوا ده ها هزار بار منفی و استرس وجود داره. به نظرم راست میگی چوبا، تا حالا ندیده بودم مامان بزرگم اینقدر استرس داشته باشه. به نظرت بین اینا چه رابطه‌ای بوده عزیزم؟ چی داری میگی؟ چی میخواد باشه؟ کاملا مشخصه دیگه، معلومه که نفرت وجود داره. دروک جون، مثل اینکه تو اصلا نمیدونی بین عشق و نفرت یه خط خیلی باریکی وجود داره، thin red line. نمیتونی ببینی؟ این نمیتونه از من پنهان بمونه. اگه بین اینا یه عشق قدیمی باشه اصلا تعجب نمی کنم. نه بابا نمیشه، بعدش هم چه ربطی داره؟ مامان بزرگم و عشق؟ پسر عسلی احمق من، فکر میکنی اونا هیچ وقت جوون نبودن؟
دوستان خیلی خوش اومدین. به طور خلاصه دلیل این مصاحبه رو میگم. همونطور که میدونین یه عده عمدن یه خبرای دروغینی رو چاپ کردن و میخوان آبروی خانوادگی ما رو ببرن. اما واقعیت اینه که آقا حشمت یکی از دوستان محترمی هستن که همراه پدر بزرگم در تأسیس این شرکت نقش اساسی داشتن و اینکه تقسیم سهم شرکت هیچ ارتباطی به ازدواج من نداره. برای همین در مقابل همه ازشون معذرت میخوام و در مورد اون کسایی که این خبر دروغ رو چاپ کردن شکایتم رو پیگیری میکنم. مطمئن باشی آقا حشمت، شما در این مورد چه توضیحی دارین؟ در واقع این معذرت خواهی برای من قابل قبوله، اما کافی نیست. یعنی اگه این خانومم از من معذرت خواهی کنه شاید ببخشم. این عظیم خانوم، یعنی این عظیم خانوم محترم، اگه ایشون به خاطر همه گناه های گذشتشون از من معذرت بخوان همه چی حل میشه. به چه دلیلی؟ دیگه چی میخوای حشمت خان؟ لطفا یکم جدی باشید. تا حالا تو عمرم اینقدر جدی نبودم. اگه از من معذرت خواستی که خواستی، وگرنه؟ وگرنه چی ها؟ وگرنه چی؟ دیگه چی کار میخواییم بکنین؟ همین کاراتون کافی نبوده؟ حالا حالا ها باید منتظر باشین تا من ازتون معذرت بخوام. دوستان فهمیدین چی باید بنویسین؟ حشمت اوزون نبخشید و نمیبخشه. دوستان از این که تشریف آوردین ممنونم. بچه ها راه خروج رو بهتون نشون میدن. دوباره ازتون تشکر میکنم. سلام دختره، خوش اومدین. خیر باشه. اصلی جون، تو میگی یا این که من مستقیم برم سراغ اصل موضوع ها؟ نه، من میگم. پس من حاشیه میرم و مستقیم میرم سر اصل مطلب. مراد، حیات، ما برای شما خوب. وای، زود باشین بگین چی شده. من واقعا تحمل هیچ چیز جدیدی رو ندارم. نه عزیزم، چیز مهمی نیست. یعنی چیز نیست، یعنی خیلی موضوع بدی نیست. خب ما به شما اصلی زود باش، کار و زندگی داریم. بگو دیگه. ما میخواییم شبیه مهمونی خونه شما خونت. آره چه فکری خوبی. البته فکری خیلی خوبیه. حتی من یه فکری بهتر دارم. حتما برای شام تشریف بیاریم. تو با دروک لطفا شما هم بیاین. همه با هم شب کنار هم باشیم. خوش میگذره به نظرم. وای چقدر خوب میشه. دوستان شما هم میاین دیگه، درسته؟ به نظرم خیلی بیمنطق شد. حالا شبی غلطی میکنیم دیگه. ول کن ببینیم.
دریا خانم نمیاد شام؟ نه نمیان، غذا رو میبریم اتاقش. بده من براش میبرم. میتونی بذاریش اونجا. غذا تو آوردم. ایوا؟ حتما قرار قیامت بشه. یا اینکه توش زهر ریختین. راستش حقته که زهر بدم بخوری، مخصوصا بعد از اون آبروریزی امروز. یعنی آبروریزی امروز تقصیر من بود؟ دریا، به عنوان یه بزرگتر برای آخرین بار دارم بهت هشدار میدم، دست از خانواده ی حیات بردار. باشه، تموم شو. دخترم یه بار به حرف من گوش بده، ببین مثل آدم دارم باهات حرف گوش دادم دیگه، چیز دیگه ای هم هست؟ ای خدا، تو آدم بشو نیستی. ببینم عظیم خانوم، شما هم از این آقا حشمت خوشتون نمیاد، درست میگم؟ شنیدم تو مصاحبه چه اتفاقی افتاده. بگو ببینم چی میخوای بگی؟ ها چی میخوای بگی؟ اون روز تو اون شام دوره همی هم یه جور عجیبی بودی، یعنی حتی منم دلم به حالتون سوخت. حد تو بدون، دارم با حسن نیت بهت هشدار میدم، داری زیاد روی میکنی. دارم جدی میگم، عشق برای من خیلی محترمه و مطمئنم که عشق شما هم مثل یه رمان عشقی عالی میشه، خیلی عاشقانه و رمانتیک. عظیمه خانم درست میگم؟ حتی اسمش هم میذاریم به هم نرسیدن. نظرتون چیه، موافقی؟ تو اصلا حیا نداری. متاسفم، واقعا بی‌شرمی، خیلی بی‌آبرویی، بدزاد. خب حالا تاس کباب انبهی که تو پوست سیب خوابوندیمشو، ولی حواستون باشه، خیلی باید دقت کنیم، با دقت میذاریمش توی یه بشقاب. ببخشید میشه بگین این غذا مربوط به کدوم شهره؟ معلومه مال خودمه، به این میگن آشپزی فیوژن، طرز پختشم از خودم اختراع کردم. این فیوژن که میگی کاملا بی خود تو بخانم، نمیتونی افکار دیگرانو به دوزی این مال خودته. نه نمیتونی، چون مال تو نیست، چون که اون خودش صاحب داره، چون از خودش زندگی داره، صاحب داره، اینو بفهم تو بخانم. آروم باش عزیزم، من دستور پخت و فرهنگ کسی رو نمیدوزم، حتی فرهنگ خودمو با این آشپزی مخلوط کردم. شت حیات، خوب گوش کن، میخوام کلیه گوسفند و که بهش سس بالزامیک زدم و بذارم توی بشقاب. خوب نگاه کنی حیات. آه دیدین؟ و در آخر کمپوت گلابی و که توی تخت آروم خوابوندیم و میزن. این دیگه چه وضعشه؟ هر کی تو تخت یکی دیگه است. مگه سریال بریزیلیه خانم؟ آره والا با این قصاتو میترسم دسرم بچه نامشروع یکی بشه. این یه هنر عزیزم، میفهمی؟ میتونی بفهمی؟ این به هم رسیدن قطبای متضاد رومانتیکی هن، دقیقا مثل رب فلفلی و مربای کدو تنبل میمونه. نوره میدم اجاب شیر تو شیری. دخترم مردیم از گرسنگی. خانوما و آقایون ضیافت شروع شد، بشقابا رو بیارین. برنامه چیه؟ چه برنامه ای؟ تو الکی این همه آدم رو دعوت نمی کنی، حتما یه نقشه ای داری درسته؟
نمیدونم متوجه یا نه، هنوز نتونستیم نقشمونو اجرا کنیم. میدونم، تلفنم نیست، همه جا رو گشتم، احتمالاً تو اتاق کوفتیشونه. جیهرچی که دیستی که به دوره و کسمه که سرمزیم artık işimize odaklanalım. İyi be. داداش، باید یه نقشه‌ای بکشیم. عالی میشه اگه امشب اصلی اعتراف کنه که به من حس دوستی نداره. والا در اصل من باید یه نقشه‌ای بکشم دروک، که هم با ایپه کشتی کنم هم حق با من باشه. آخه تو یه چیز غیر ممکنه میخوای کرم جون؟ به نظرم برو مثل آدم ازش معذرت خواهی کن. ببین هیچ وقت تو دعوای زن و مرد مرد حق نداره، نمیتونم داشته باشه. خب منتظر تو. چرا همه رو دعوت کردی اینجا؟ این شما این که همیشه نقشای انتقام میکشی، شما بگی نقشم چیه؟ والا من تو نقشه کشیدن به پای شما نمیرسم حیات خانم. هنوز یادم نرفته که ماها منو مسخره کردین. اونو که میدونیم، هر روز داریم یادآوریش میکنیم. ولی اینو فراموش نکن، دیگه من اون حیاتی نیستم که هرچی بگی بگم چشم. نه بابا، میخوای چی کار کنی؟ باز میخوای بری بار؟ فقط اینو بدون که این بار انقدر باهات آروم رفتار نمی کنم. میخوای چی کار کنی؟ به کارایی که میکنی دقت کن و فراموش نکن که تو کی هستی. تو زن منی. آه واقعا؟ ولی هنوز هیچ انگشتری ندارم. اینجا چه خبره؟ چه اتفاقی بین شما افتاده؟ چیزی نیست، عشقم داره کمکم میکنه سالاد درست کنم. به تو گفت عشقم یا من اشتباه شنیدم؟ نکنه به خاطر اینکه تازه عروسی کردن اینطوری شده؟ دخترم اینقدر کانال عوض نکن دیگه، سلام گیج را. بابا چی کار کنم، همشون یکیه دیگه. یکم دیگه سریالم شروع میشه. خب یعنی داری میگی من سریال نگاه میکنم، تو برو بگی بخواب دیگه. استغفرالله بابا، این چه حرفیه دیگه؟ خیلی خوب بگو چی میخوای بابا. میخوای بزنم شبکه خبر؟ نه من چیزی نمیخوام، میدم بخوابم. تو باید فردا کت و شلوارمو آماده کن، فقط همین. خیر باشه بابا، جای خاصی میخوای بری؟ میدم مغازه. مغازه؟ مگه ما مغازه داریم؟ آره، فارسه، خیاطی سارسیل مزا. بابا جون مگه اونجا مال حیات نیست؟ آره مال حیاته، ولی من به عنوان پدر بزرگ حیات میدم اونجا تا یکم عذابشون بدم. کاری میکنم اون عظیم خاتون بیاد به پام بیافته و ازم معذرت خواهی بکنه. الان میبینی من دیگه رفتم. آی خدا. آره بابا برو خوب بخوابی بابا جون. ای خدا، نقشه های اینو ببین، تمومی نداره، تمومی نداره. خدایا چی کار کنم؟ مادر شوهر بیچاره این منم خیلی عذاب کشیده، الانم من دارم عذاب میکشم. خدا به دادم برسه. میدونم در مقابل این جشنواره زیبا ماتتون برده، ولی اینا برای خوردن هستش، نه نگاه کردن. کسی نمیخواد بخوره؟ من که رژیم دارم. تو با خانم میشه به من یکم نون بدین؟ بیا ولی زیاد نخور تا مزه اصلی غذا رو بفهمی. نه بابا نگران نباش.
بهش رو به انار زدین؟ خیلی خوشمزه است. میرم الان برمیگردم. این ایپه که ما هم دختر به این بزرگی شده ولی بازم نمیدونه قبل شام باید بره جیش کنه، وسط شام نره دستشی. مگه نه؟ بله. مراد جون، عشق عزیزم، تو چرا غذاتو نمیخوری؟ میخورم. وای، شما دوتا مثل پرنده های عاشق میمونین، خیلی با نمکین، خیلی. از اینا هم بخور وگرنه ناراحت میشه. خب جونم آب میخور. نمیشه که فدات شم، داری همش خودتو با آب سیر میکنی. حیات بخور دروی تو میتونی بخور. کافیه دیگه، اینطوری نکنین، فهمیدم خوشتون نیومده. نه یعنی خیلی خوشمزه است، فقط ما به این مزه ها عادت نداریم. خیلی خوب، بیخیال، اینا رو فیل کنین، زنگ بزنین کباب بیارن. آره همینه. آره همینه، یه کباب تون سفارش بدیم. ها من یکی و نصفی میخوام. دوتا هم لاهماجون سفارش میدیم. شوهر جونه، تو یه کبابی خوب سراغ داشتی، شمارش چند بود؟ خب الان بهش زنگ میزنم تا نیم ساعت دیگه غذا رو بیارن. زن عزیزم، خب چرا فایسادی؟ زنگ بزن دیگه، گرست نمونه. باشه. انگار تلفنم مونده تو اتاق خواب. وایسا، تو نمیخواد بری؟ چون داشتم میرفتم بالا، میخوام یه سر به ایپکم بزنم ببینم کجاست، این همه طول کشید بلای چیزی سرش نیومده باشه. گفتی کجاست؟ تو اتاق خواب طبقه بالا. آفرین به تو، ترسیدم. خوب شد معلوم هست دو ساعته کجای دختر جون. چیکار کنم؟ فکر میکنی کارگاهی کردن راحته؟ اگه به جای من مراد میومد تو اتاق، اون وقت میخواستی چیکار کنی خانم کارگاهان؟ اصلی خانم اینقدر غر نزن، مشکل بزرگی داریم، گوشیش قفل داره، نمیتونم بازش کنم. روز تولد حیات یا چه میدونم روز آشناییش با حیاتو زدی؟ امتحان کردم باهوش، فقط یه شانس دیگه داریم. باشه پس بعدن حلش میکنیم، تلفنو بده به من. بیا بریم فعلا. بیار نزن، یه لحظه وایسا. من الان میام. اصلی ایپک پیدا کردیم؟ بدبخ شدیم، الان چی کار کنیم؟ بیا. چه غلطی میکنی؟ زیر تخت خیلی منطقی تره، زود باش. بیا دیگه. اصلی ایپک اینا کجا؟ مطمئنم آره اینجا پیدا نمی کنه. آره ای بابا، اون دسته تو چی کار میکنه؟ سه چی کار میکنه؟
بدبین خفش کنه. چی کنم؟ همون دختر هست نوشته غزل، نوشته غزل ریش شد. صداشو قطع کن ایپک، الان میاد. صداشو خفه کن، زود باش. دخترم اینجا چی کار میکنی؟ مراد ایپک من دیگه میگم خفش و ساکت شو. باید بهش بگم چون دیگه نمیتونم مخفیش کنم. گفتم دهنتو ببندم. مجبورم بگم. خب ایپک از توالت میترسه. مسخره است مگه نه؟ ولی دیگه چیکار میشه کرد؟ خب از توالت میترسه دیگه. ترس؟ چه جور ترسی؟ چرا نمیفهمی؟ یعنی تنهایی نمیتونه از پسش بر بیاد، باید حتما یکی پیشش باشه. خیلی خنده داره. در از خنده دارم نیست مراد جان. میدونی آره همینطوره. تو بچگی یه بار تو توالت موش دیدم، از اون روز اصلا نتونستم. بزرگ شده اما هنوز این شوکو فراموش نکرده، از بچگی باهاش مونده، نمیتونه فراموش کنه. مگه چه میشه کرد؟ زندگی سخته. همینه مراد، به کسی نمیگی که نه؟ یعنی خیلی خجالت میکشم، فقط این موضوع اصلی. حتی حیاتم نمیدونه. باشه باشه، به کسی نمیگم، نگران نباشه. خوبه دوستم، ممنون که منتظر موندی، ببخشید طول کشید. این چه حرفی عزیزم، وظیفه‌ام بوده. دخترا میتونم گوشیمو بگیرم؟ اینجا گذاشته بودیش. چیزه، کبابا رو زود سفارش بده، داریم از گرسنگی میمیریم. خودم آره، منم بعدی دستشوی خیلی گرسنم شد. آدم تو دستشویی دروغی بهتر از این به ذهنش نمیرسه. همه میگن تو دستشویی آدم مغزش خوب کار میکنه. واقعا اگه خیلی بلد بودی چرا خودت نگفتی عزیزم؟ باشه باشه، بالاخره اسم اون دختره رو فهمیدم، همین کافیه. چی بود؟ غزل بود؟ آره خیلی سرش. مراد کجاست؟ هر کی میره دیگه بر نمیگرده، اینجا چه خبره؟ چیزی نشده، داره با تلفن حرف میزنه، الان میاد. شوهر جونم، اون پالتو چیه؟ میگفتی بخاری روشن میکردی. من باید برم، ببخشید. مگه کبابا رو نمیارن دم خونه؟ من با دروک میلی میگیریم. سفارشا تا نیم ساعت دیگه میاد، من کار دیگه ای دارم، شما بخوری نوش جونتون. منم میام. نه نه، تو بشین، دختره رو برسون. شوهر جونم، این وقت شب کجا داری میری؟ چی کار داری؟ جلوی مهمون ازش نیست؟ گفتم که یه کار مهم پیش اومده، در ضمن تو تنهایی میتونی از پسش برمیده. زن عزیزم، نوش جونتون و خداحافظ. شده، من برم آب بیارم. برم و آب بیارم. باشه من رفتم. پس منم میام کمکت میکنم. تنهایی نمیتونه از پسش بر بیاد، خیلی دست به شلفتیه. ببخشید ببخشید، الان برم کردم با اجازه. خدا خیرش نده. یعنی دیگه چی بگیم؟ هنوز یه هفته هم نیست ازدواج کرده مردی که، چرا اینقدر چش چرونه؟ دیدی با یه زنگ دختره پا شد رفت. من یه چیزی به ذهنم میرسه، شاید تو چی منطقی داشته باشه. آخه چه منطقی؟ ها؟ چه منطقی؟ مرد جماعت هم میان شلوارش دوتا شده. آقا ببین، میگم چون حیات این مرادو گول زده، ها شاید اینم اینطوری میخواد ازش انتقام بگیر.
شما چی کار داریم میکنی؟ کاری نمی کنیم، داریم آب پر میکنیم. میخواییم پرش کنیم. آره پرش کنیم. منو رنگ نکن. کل شب به هم دارین اشاره میکنین، پچ پچ میکنین. زود بگیم ببینم چی شده. نه من نمیتونم بشینم. میخوای چی کار کنی؟ زنگ میزنم ببینم این وقت شب اون بیرون چی کار داره. همسرته؟ نمیخوای جوابشو بدی؟ بعدم بهش زنگ میزنم. در مورد من بهش چیزی نگفتی، آره؟ به وقتش بهش میگم. ببین، من اگه واقعا مجبور نبودم بهت زنگ نمیزدم. در ضمن ممنونم که نظرتو عوض کردی و به هم فرصت دادی. مراد کجا میتونه رفته باشه؟ جفتتون به من نگاه کنین. فقط یه بار دیگه میپرسم، مراد کجا رفت؟ به خدا نمیدونم. دیدی که گفتم منم باهات میام؟ گفت نه، اما میاد، نگران نباش. والا منم نمیدونم. خودت که میدونی، اگه میدونستم حتما میگفتم. شماها دیوونه شدی؟ یعنی چی رفته دوست دخترشو ببینه؟ انقدر مزخرف نگین. باور کن راست میگیم. چی کار کنی؟ خود کنه بدتر از این نشه. اما به نظرم بازم برمیگرده سر خونه زندگیش، مگه نه؟ جوونه دیگه، گول خورده، خود کمکش کنه. اصلی تو چی داری میگی؟ از ناراحتی انگار افکارت پیر شدن. واقعا من چی دارم میگم؟ این مردو همینطوری هم سر و ته همین هم. همشون یکی عرباسن، نمیشه آزادشون بذاریم. سر یکی رو پیدا میکنن و مثل کنه میچسبن بهش. بس دیگه اصلی. ایپک به خودتون بیاین، کافیه دیگه. اعصاب من خورد نکنین لطفاً. زودتر به خودتون بیاین. ما در مورد همه مردا حرف نمیزنیم، داریم در مورد مراد سارسیلماز حرف میزنیم. حتما یه اشتباهی شده. ایپک جون، به نظرت بهتر نیست دیگه اسناد و مدارکمونو به توبه خانم نشون بدی؟ با کمال میل اصلی جون. بذارش کنار. بده ببینم تو دیگه کی هستی جادوگر کوچیک. بگو ببینم تو کی هستی. اگه من تو با هستم، تو رو پیدا میکنم و نابودت میکنم. تو هنوز تو با رو نشناختی، حالا میبینی چطوری داره نگاه میکنه. میبینی تو رو خدا؟
همینجاست. همینجاست، نمیخوای بیای تو؟ نه امشب نمیشه، بذاریم برای دفعه بعد. باشه هر جور تو بخوای، اصلا اصرار نمی کنم. هر وقت بخوای میتونی بیای، یعنی در خونه من همیشه به رود بازه. در ضمن خیلی ازت ممنونم، یعنی اگه مجبور نبودم ازت نمی گرفتم، ولی تو اولین فرصت بهت پس میدم. مهم نیست، اینو بهت قرض ندادم. Laftananlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın. Sıkıldım beni yatın şu gıybet oyununla. Yalancının mumu söner. Hikaye başa döner. Şarkı vardı neydi la la la. Sağım solum kötü kadın. Sıkıldım beni yatın şu gıybet oyunu. Hikaye başa döner bir şarkı vardı neydi la?